به نام خدا شاگردای عزیز و گرامی سلام خوب هستین بخیر هستین جور و سعادتمند باشین شاگردای عزیز به مضمون ریاضی بسیار زیاد خوش آمدین <applause> شاگرده عزیز و گرامی ما و شما مضمون ریاضی سنف نهم با هم, هم میخوانیم درست است؟ و فصل چندم هستیم؟ فصل افتم و معادلات یک مجهوله درجه دوم درست است؟ و درس سوم ما و شما میشه اما عنوانی که ما و شما امروز میخوانیم چی است؟ حل معادلات یک درجه دوم به روش هندسی اگر درس های باشد ما معادله درجه دوم یک مجهوله یا یک متحوله را تعریف کردیم و گفتیم که حل هم میتونیم بکنیم البته جوابی که دریافت کردیم به شکل حد زدیم فکر کردیم و حد زدیم آزمون خطا پیش رفتیم نیست؟ اما گفتیم که به آسانی نمیشه معادله را کار کرد معادلات درجه اول میتونیم کار کنیم آسان هم نه کار یاد تا دیگه در صنف هشتم خواندیم اما معادلات درجه دوم یک متحوله یا یک مجهوله را دقت نشه کرد از این معادلات درجه دوم یک مجهوله که خیلی به اختصار ما میگیم معادله درجه دوم دیگه یک مجهولش گفته نمیشه صحیح پس معادلات درجه دوم وقتی میگه منظور ما معادلات درجه دوم یک مجهول است درست است خب حال معادلات درجه دوم اشا کرد عزیز دیدیم با آسانی نمیشه کار کرد و دنبال یک راه و روش گفتیم برای از هستیم. صحیح خب اولین روش ما و شما چی است روش هندسی یک معادله درجه دوم با ما و شما اگر بگیر کار کجا دریافت ما از روش هندسی میتونیم را کار کنیم روش هندسی چی است ما و شما باید بیایم یاره اما معادله را به شکل دو رابطه یک رابطه خطی و یک رابطه غیر خطی که درس گذشته ما و شما بود درست است پس ما میایم اما معادله را تبدیل به دو رابطه خطی و غیر خطی میکنیم آلی گرافای رابطه خطی و غیر خطی رو یاد داریم بکشیم گرافایش میکشیم و جایی که امو رابطه خطی گراف رابطه خطی و گراف رابطه غیر خطی هم دیگر قطع میکنن امو نقاط چی میشه جواب های ما و شما میشه درست است خب پس میریم سر تخته و درس کار میکنیم البته شاگرد عزیز اول از همه تشکر میکنیم از شاگردایی که کارخانگی رو به ما روان کردن از طریق چی از طریق واتساپ نمبرش هم 20964 780 255 4013 و اونم که هنوز روان نکردن لطفا روان کنن خب شاگرد عزیز پس میریم سر تخته و درس امروز کار میکنیم پس همراه ما باشید شاگرد از و گرامی درس امروز ما شما چی بود عنوانش روش حل معادلات درجه دوم یک متحول به روش چی به روش هندسی پس نوشتن نمیکنم حل معادله درجه دوم حل معادله درجه دوم شاگرد عزیز یک متحولی که نوشته نمی چون معادله درجه دوم میگه منظور ما معادله درجه دوم یک متحول است حل معادله درجه دوم به روش هندسی صحیح خب این روش گفتیم که ما و شما اگر یک مدل درجه دوم یا تو نصف درجه دوم فرم استانداردش به چه شکل بود به شکل بود ای مربع جمع بی ایکس جمع سی مساوی است با صفر که ای ما و شما گفتیم صفر نباید باشد این چه بود فرم استاندارد یک معادله درجه دوم a b و سی سه تا عدد هست هر عدد میتونه باشه فقط a صفر نباید باشه خلاصه بی و باشه مشکل نیست درست است؟ یاد تالی درسته گذاشته بود دیگه نه؟ با عنوان مثال x مربع منفی دو x جمع سه یا بگیم که x مربع جمع سه x به این بگیم جمع یا منفی سه است جمع دو x با نیر پاک کنم این معادله داریم x مربع جمع دو x منفی سه مساوی است با صفر این معادله درجه دوم ماو شماست ای بی سی چند است در اینجا شاگرد عزیز ای ضریب اکس مربع است گفتم دیگه اکس مربع ضریبش بشی چه عدد است عدد ندارد ا وقت نداشته باشد ضریبش یک است آفرین یک است بی چند است بی ضریب اکس است دقت کنید بی عددی است که در اکس ضرب شده در ا چی ضرب شده مثبت دو پس بی ماو شما میشه دو صحیح؟ و سی ما و شما چند است سی و عدد آخر تناس عدد آخر آخر مانده چند است منفی سه است یعنی منفی از سه است دقت کن شاگرد عزیز یعنی منفی سه اگر دقت کن شاگرد عزیز اگر معادله به شکل استاندارد نبود شما ده استانداردش کن یعنی همه عناصر یک طرف انتقال داده شود یک طرف مساوی باید صفر باشد استاندارد به با این شکل است دیگه نه خب این رو میتونیم دریافت کنیم. خب این را گفتیم که برای که این جواب از دریافت ما اگر یادتان باشد ما میون قیمت گذاری میکردیم بجای ایکس یک میمانیم چک میکردیم آیا صفر میشه یا نمیشه دو میمانیم و چک میکنیم صفر میشه یا نمیشه سر میماندیم 4 5 6 میشه این روش بود روش آزمون خطا ما آزمون میکردیم و میبینیم اگر خطا بود میگیم غلط اگر جرم شد و ممکنه این روش خوبی نیست ممکنه جواب به ما شما نده درست است هر مدل با این کار کردن میتونیم اما این روش که امروز میخوانیم چه روش هندسی خب یعنی مدل داریم ما میرو برای هندسی میخوایم کار کنیم ما میرو شاگرد عزیز هست به روش هندسی میخوای میره کار کنم خب روش هندسی ما میای معادله را به شکل چی به شکل دو رابطه خطی و غیر خطی تبدیل میکنیم چه رقم دقت کنید شاگرد عزیز پس من ای را فعلا کار ندارم پاک میکنم امیر مدل رو ما چی میکنیم شاگرد عزیز به روش هندسی کار میکنیم در سه گذشته رابط،, رابط، های خطی و غیر خطی رو خویات داشت دیگه گفتیم گرافش میتونیم بکشیم حال مدل در جون با ما شما داده باشه امی X مربع در یک طرف انتقال نگه میداریم و دیگه دو بر مرچی مساوات انتقال میتیم پس بیشک میشه پس بیشک میشه ان X مربع ده بر مساوی است تمام ان 2 مثبت دو بر مساوی انتقال داده شو چی میشه میشه منفی 2 آفرین پس منفی 2 و این منفی سه دو انتقال داده شود میشه مثبت سه آفرین مثبت سه پس به باید بکنید قدم اول شما برای روش برای حل معادله درجه برای روش هندسی شاگرد عزیز x مربع را در یک طرف نگاه می‌دارید و دیگر دو بر انتقال میدین کلش وقت انتقال میدین معلومش تبدیل میشه خب میفهمیم خب حالا این را به شکل چی نوشتم میگم شاگرد عزیز این را به شکل داخل یک تا سیستم میمانیم وای دی بر ای بر مساوی را یک تا رابطه میگیریم وای مساوی است با x مربع و اوور مساوی رو باز دیگر رابطه میگیریم وای مساوی است با منفی دو x جمع سه که اگر ببینیم یک رابطه خطی است بالا یک رابطه غیر خطی است اینو چی میگفتیم یادتان درس گذشته ما شما بود به چی میگفتیم پارابل یا سهمی درست است گراف زیر کشیدیم دیگه برایتون یادتان نه خب شاگرد عزیز پس معادله درجه دوم ما بخوایم به روش هندسی اگر کار کنیم باید چی کنیم باید x مربع یک طرف نگه داریم و دیگه کلش کلشه دو بر انتقال بدیم علاوهشم تبدیل میشه خب میفهمیم بعد به شکل یک سیستم میندازیم یک سیستم چی رابطه دو, دو, تا رابطه داریم یک رابطه غیر خطی یک رابطه خطی سمت ایکس مربع وای مساوی با ایکس مربع و وای مساوی با منفی دو جمع سه درست است حال میرم چی میکنم شاگرد این معادله رو ما بخوایم کار کنم این معادله اولی ما شما اینی بود دیگه جوابش رو کنیم برایش هندسی گفتیم حال این گرافای از رابطه ها را رسم میکنیم درست است گراف اولی, جراف اولی رسم. چی میشه اولی اینجا رسم چارت میکشم x و اینجام هم چی است وای است صحیح به x گفتیم قیمت میبینیم وای باید دریافت کنیم خب اگه یادتان باشد در پارابول صحیح است سهمی گفتیم چی قیمت های وضع میکنیم صفر وضع کردیم یک وضع میکنیم دو وضع میکنیم منفی یک و منفی دو این پنج عدد رو گفتیم باید دو ایکس ما و شما وز کنیم و وایش دریافت کنیم خب اگر صفر رو وز کنم چی میشه؟ بجا یک صفر بانیم میشه صفر مربع پس دقت کنید بعد اینجا نوشته میکنم وای مساوی است با صفر مربع که میشه چند؟ صفر صفر مربع میشه صفر دیگه بجا یک قیمت صفر رو وز کنیم. شد صفر پس صفر صفر دریافت شد یک عوض کنید وای مساوی است با یک مربع بجای ایکس یک ماندیم دیگه یک مربع چند میشه میشه یک پس وای ما شما شد یک اگر من دور رو کنم وای مساوی با دو مربع دو مربع شما چند میشه چهار میشه پس ده اینجا چند میشه چهار اگر منفی یک کنیم وای مساوی با منفی یک وضع میشه منفی مربع. پس میشه منفی کل مربع که جواب چی میشه میشه مثبت یک چون مربع منفی خلاص میکنه پس چی میشه شد مثبت یک و اگر منفی دو کنیم چند میشه شگر وای مساوی میشه با منفی دو کل مربع جواب میشه منفی خلاص میکنه میشه مثبت 4 صحیح پس این شد مثبت 4 پس شاگرد عزیز ما این جدولش کشیدیم حالی نقاط دریافت در میکنیم سفر سفر یک و یک دو چار منفی یک و یک منفی دو دور میتونیم چه کنیم در سیستم کمیت وضعیه پیدا کنیم گرافش رسم کنیم این درست گذشته ما و شما رو یاد داریم اما در رابطه یک چی داریم یک رابطه خطی هم در رابطه خطی یادتون است دیگه گفتم فقط کافی است دو, ب... 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 دو تا به عدد میتیم خود ما دو تا قیمت وصل میکنیم و وایشه دریافت در میکنیم و اون دو نقاط به هم دیگه وصل میکنیم و یک خط مستقیم میشه یادتان تا نفس دیگه نه پس من چهار تا ده اینجا میکشم با با دیگه رنگ بکشیم. چهار تا ازیره ده اینجا میکشم شاگرد عزیز x و y این چهار پایینی از چی است از y مثلا y x مربع است این چهار مقابل از از خود ازیره ازیره از است از. خب x گفتیم دلخواست چند میمانیم عنوان مثلا من صفر میمانم یک میمانم صفر صفر یک صفر رو کنیم. چند میشه به x صفر 2 ضرب در صفر من اینجا نوشته کنم منفی دوی زب در صفر منفی دوی زب در صفر جمع سه جمع سه منفی دوی زب در صفر میشه صفر جمع سه میشه سه صحیح پس وای سه دریافت شد خب اگه یک بس کنیم به جای یک چند بودیم یک پس میشه منفی دوی زب در یک جمع سه پس من دقیقش میکنم منفی دوی زب در یک صحیح جمع سه است؟ چند میشه شاگرد عزیز منفی دی ضرب میشه منفی دو جمع سه هم علامه نیستن پس در اینجا شد منفی دو جمع سه هم علامه نیستن اصلا کم میشه علامه عدد بزرگتر پس میشه یک درست است پس صفر و سه یک و یک تا دریافت کنیم خب حال شاگرد عزیز میریم چی میکنیم میریم سیستم کمیات وضعیه را ما رسم میکنم شاگرد عزیز پس بون مایرا پاک کنم شاگرد عزیز که سیستم کمیات از ما جای شده اینجا خب سیستم کمیت وضعی ما و شما در اینجا میشه محور ایکس ما و شما و محور وای ما و شما سیست خب بریم پیدا کنیم یک دو سه چهار پنج منفی یک منفی دو منفی سه، منفی چهار، منفی پنج. دقت کن شکر این خانهایی که جور میکنه باید اندازش با هم مساوی باشد. در روش هندسی بسیار مهم است. ما و شما باید سیستم کامنت وزیر که جور میکنیم خانها باید صد فیصد با هم چی باشد؟ مساوی باشد. اگر مساوی نشه جواب ما و شما غلط میشه. سعی پس با اون خاطر روش هندسی یک کمی مشکل داره و مشکل شمیسته که ما و شما دقیق رسم کنیم. باید بسیار دقیق بیایم چی کنیم؟ را رسم کنیم. خب. دقت کن حال میرم پیدا میکنیم خب نقطه اول ما شما چی است ما اول گراف x مربع رو جرم میکشم رابطه y مساوی است با x مربع هم رابطه غیر خطی صفر 0 x 0 y 0 همین نقطه میشه نقطه دیگه ما شما x ما شما یک، y ما شما یک 1 و یک یعنی نقطه میشه است دیگه چند دو و 4 x ما شما دو، y ما شما 4 یک دو سه چار اگه دخل بکشم در اینجا میشه سیست اینی نقطه شد اینی نقطه اینی نقطه دیگه چند منفی یک دوست کردیم وای ما شما شد یک پس منفی ایکس ما شما منفی یک وای ما شما یک این نقطه سایس دیگه شاگرد عزیز منفی دو و چهار مثبت ایکس ما شما منفی دو و وای ما شما چهار مثبت اگر دقیق وصف کنه به میشه شاگرد عزیز سیست اینه یک شد گراف رابطه غیر خطی وای مساوی با ایکس مربع حالا میرم چی میکنم شاگرد عزیز من با دیگر رنگ چی میکنم شاگرد عزیز این رو رسم میکنم رابطه خطی ما و شما این جدول صفر و سه ایکس ما و شما صفر وای ما و شما صفر سه صفر و سه یک دو سه این نقطه میشه 6 و نقطه دیگه یک و یک ما شما یک وای ما شما یک دقیقا انجامش همین نقطه میشه و یار دور اگه به هم دیگه وصل کنیم و ادامه بدیم پروسس شگرد شکر عزیز بیشک میشه سیست خب شگرد عزیز و گرامی دقت کنید مگه این رو باز بیایم بالاتر بکشم گرافی از ایره باید بکشم. کلانتر بکشیم تا جوابش دریافت شود خب شگرد عزیز ما اگه بیایم بالاتر به شک بکشم. بکشیم حالا من چون جای ندارم شما خودتان باید بلندتر بکشین در و این هم باید ادامه بتیم به تقریبا اینجا همدیگر رو چی میکنه شاگرد عزیز قطع میکنه خب حالا جواب مدل ما و شما چی میشه جواب خود مدل اصلی ما یه از روش هندسی کار کرده دیگه گفتیم میره تبدیل به یک رابطه پارابول در رابطه غیر خطی یک رابطه خطی میکنیم فیس و یار گرافش میکشیم اما جایی که امید دو گراف همدیگه رو قطع کرده یک تا در اینجا قطع کرده دقیقا امی x در محور x های چند است؟ عدد یک است پس یک تا از جواب ما و شما میشه یک پس یک تا از جواب ها x یک جواب اول ما و شما امی یک میشه همون جایی که همدیگر را قد کردن گراف ها همدیگر را شاگرد عزیز این نقطه همدیگر قد کردن x چند است؟ امی در x چه نوشته کنی دقت کنی x شباد نوشته میکنی فیست یک و یک تا دیگه چی قد کرده شاگرد عزیز؟ ده اینجا قد کرده این x چند میشه؟ اگر ما دقیق تر بکشم این اینجا میشه در این قد میکنی چند است؟ منفی سه هست حالا ما تخت ما و شما جای نداره شما در کتاب چتون کشید کلانتر بکشید فیس یا کلانتر بکشید این ادامه بتون دقیقا در اینجا هم دیگه قد میکنه و اینجا که قد کرده چی میشه این باید ببینید در محور ایکس ها وافل کنین و ببین عدد شما چند عدد شما, و شما، ما و شما چند است منفی سه است پس ایکس 2 ما و شما چند میشه میشه منفی سه دقت کنید شاگرد عزیز به شرطی که ما و شما باید چی کنیم باید گراف ها را دقیق رسم کنیم بسیار مهم است اگه دقیق رفت نکنیم اگر کمی از پیش ما و شما غلط شو کچ شو ممکن در اینجا قد کنه جواب ما و شما نیست پس یک از جواب شد یک یک تا جواب شد منفی سه دقت کنید یک دی واسه کن بین مساوی میشه یا نمیشه یک مربع یک دو یکت دو دو با یک میشه سه سه با منفی سه میشه صفر پس x مساوی با یک جواب ما و شماست و جواب دوم ما و شما X دو میشه چند گفتیم منفی سه منفی سه واسه منفی سه مربع دقت کنید منفی سه مربع منفی سه مربع خب جمع دو زب در منفی سه جمع دو زب در منفی سه منفی سه هم داریم مساوی با صفر درست است چک میکنیم منفی سه مربع میشه چند میشه نوع مثبت چون مربع منفی خلاص میکنه نوع مثبت دو سه شش مثبت در منفی منفی شش یک منفی سه هم در آخر داریم خب این منفی شش با منفی سه میشه منفی نو یعنی منفی نو با مثبت نو میشه صفر دقیقا جواب با شما کشید صفر صحیح پس منفی سه جواب ما و شد پس شاگرد عزیز دقت کنید در روش هندسی ما باید چی کنیم باید معادله را x مربع را یک طرف نگه داریم و دیگه را او بر انتقال بدیم درست است خب حالا به شکل یک تا چه سیستم دو تا رابطه یک تا رابطه غیر خطی یک رابطه خطی نوشته می کنیم وای مساوی با x مربع غیر خطی است وای مساوی با او بر هر چی بود وای مساوی با او بر میشه چه رابطه خطی حالا میریم گراف از هر رسم می کنیم گراف وای مساوی x مربع که این بود گفتیم همین 5 عدد 0 1 2 منفی یک منفی دو را وزن میکنیم و وای هایش را دریافت میکنیم در اینجا رفتیم دریافت کردیم سیست رابطه خطی رو فقط دو تعداد کافی است وزن کنیم دو تعداد دلخواست هر چی دلت شد صفر یک دو منفی دو منفی پنج مثبت شش هر چی دلت شد فرق نمیکنه بگ قیمت وزن میکنیم و وای باید بریم دریافت کنیم درست است که دریافت کردیم در اینجا و یار عالی رفتیم گراف رابطه چی وای مثلا با ایکس به هم پارابول خود ما یا سهمی را کشیدیم یعنی آبی است و گراف رابطه خطی رو به این سرخه کشیدیم جایی که دو تا گراف همدیگر قطع میکنه نقاط تقاطع یا نقطه ای که همدیگر قطع میکنه اموار ایکس شه در محور ایکس ها وصل میکنیم همین جواب معادله ما و شما میشه یک تاش یک شد و یک تا دیگه شد منفی شد درست است خب شاگرد عزیز اگر آمدیم ما و شما یک معادله رو در جدول ما و شما داد ما و شما کشیدیم با نان مثال، گراف پارابول ما و شما شد و خط ما و شد در اینجا آمد یعنی ایج هم دیگر قط نکردن پس میگیم معادل ما شما هیچ جوابی ندارد آفرین پس اگر را دقت کنید دو تا گراف همدیگر در دو نقطه قطع کنند معادل ما و شما دو تا جواب دارد یک میکشیم اگر در یک نقطه قطع کند میگیم یک جواب دارد فقط اون یک جواب چون در یک نقطه قطع کرده اگر خط و پارابول همدیگر را قطع نکنند میگیم هیچ جوابی ندارد درست است شاگرد عزیز فهمید شد پس روش هندسی روش خوبی است اما به شرطی که دقیق کشیده شود بسیار دقیق باید بکشیم درست است که چون اگر دقیق نکشیم به شما غلط شوه یعنی سه ممکنه منفی سه و منفی دو و نیم که بعد میبینیم جواب ما و شما نیست پس باید حتما فکر ما باشه روش هندسی روش خوبی است اما به شرطی که ما و شما بسیار دقیق بکشیم درست است پس یا از چی شاگرد دادید هم از روش هندسی شاگردای عزیز و گرامی یک تا مثال دیگه هم کار میکنیم بعد درس ما و شما امروز خلاص میشه درست است پس مثال معادله زیل را حل کنید دقت شروع دیدی روش هندسی چون درس ما و شما هندسی است دیگه نه روش هندسی و ما و شما داده x مربع منفی یا بگی مثبت 4 مساوی است با صفر این رو به ما و شما داده یک معادل چی است معادل کامل نیست نه معادل ناقص است چون چی است a چند است شاگرد عزیز a چند است a یک است ضرب ایکس مربع ما شما نوشته نشده یک بی ما و شما ضرب x است که نداریم این چهار چی است شاگرد عزیز این عدد ثابت است عدد داخل است این سی است بی ما شما صفر است و سی ما شما چهار است پس فکرتان باشد B این وقتی نداریم X نداریم پس ضریبش صفر بوده که او خلاص کرده سایس پس وقت نداشته باشیم B صفر است و یه عدد آخر عدد تناس این فی میشه چند چهار سایس پس ای چی شد ABC رو داریم یک مدل ناقصه سال کار نداریم بیرون میتونیم کار کنیم گفته جوابش دریافت کن خب گفتیم برایش هندسی باید چی کار کنیم باید X مربع را. یک طرف نگه داریم پس من نوشتم میکنم X مربع X مربع مساوی است با 4 مثبت دوباره انتقال بدیم میشه منفی 4 صفر هم نوشتن نمی کنیم سایست. پس به شکله یک سیستمی چه رابطه نوشتن میکنیم y مساوی است با x مربع و y مساوی است با منفی 4 درست؟ خو خب یارو باید بریم گرافش بکشیم. خب y مساوی است با x مربع خو خب آسان است دیگه. گفتیم x y صفر رو جای کنیم، یک رو جای می کنیم، دو رو جای کنیم، منفی یک و منفی دو. یا تا نست دیگه نه؟ یا میتونیم قیمتشو دریافت کنیم. اگه صفر رو کنیم کنه میشد 0، یک رو جای می میشد 1، دو رو جای می میشد 4. منفی یک واسه کنیم میشه مثبت یک منفی دو واسه کنیم مثبت چهار این خود اتون است این را چی است رابطه غیر خطی وای مساوی با ایکس مربع همون پارابول یا سهمی خود ما و شما است است اما برای از این برای از این من چی میکنم شکر عزیز یک تا چهار دیگه میکشم x و y چی است تابع خطی است یک رابطه خطی است درست است وای مساوی است با منفی 4 خب x که نداره ما شما واسه کنیم وقتی x نداشته باشه یعنی x دلخواست آزاد است هر چی دلش شد به جای x واسه پس هر چی دلش شد پس یک تمام ما به عنوان مثال صفر یک دو تا عدد دل خب ما باید بجای یک صفر بونیم خب یک صفر نداره ایکس ندارد که ایک ما بجای صفر کنیم خب نداشه پس وای چی میشه منفی 4 میشه چون وای همی عدد است یک عدد ثابت است وای منفی 4 یک واسه خب یک نداره که یک بانیم، پس باز دوباره وای میشه چی منفی 4 صحیح پس این تابه ای رابطه ای رابطه خطی آسانی است شاگرد دقت صفر یک چون نداره پس وای عدد چی میشه منفی خب، حالا یارو میرم چه گرافش رسم میکنیم شاگرد عزیز. گراف از یار دوره. مه رسم میکنوم. سه یک دو سه چهار پنج منفی یک منفی دو منفی سه. یک دو سه چهار پنج منفی یک منفی دو منفی سه منفی چهار منفی پنج منفی شش. خب، اول پارابول رسم میکنیم یه صح صفر صفر. در اینجا بود. یک و یک دو و چار یک دو سه چار منفی یک و یک منفی دو و 4 این که آسان است دیگه گرافشم میکشم به این شکل میشه این شد پارابول ما و شما سیست خب دیگه چی؟ حالا رابطه خطی صفر و منفی چار اکس ما و شما صفر وای ما و شما منفی چار منفی یک منفی دو منفی سه منفی چار اینجا و دیگه چی؟ یک و منفی چار x ما و شما یک وای ما شما منفی چار یعنی دو نقطه رو به هم دیگه و اگه وصل کنید دائمه یا یک خط توفقی میشه سایست یک خط توفقی خب آ هر دو هم دیگه رو قد کردن میگیم نه خیر این ای بالاست این پایین است این تا لایتانی بسند بالا میره پایین خونه میره دیگه سایست یا اردو تا لایتانی بسند بالا هر از دو طرف تا لایتانی هیچ وقت هم دیگه رو نمیکنن چون قد نکرده پس میگیم معادله جواب ندارد سایست پس نوشتن میکنیم معادله جواب ندارد معادله جواب ندارد البته شاگرد عزیز در ساحه اعداد حقیقی جواب ندارد که او رو باز بخیر در فای بعد که فرمولای محمد موسی رو خواندیم باز مفهمیم صحیح است پس فعلا ما و شما معادله ما و شما جواب ندارد چرا چون دو تا رابطه همدیگر گرافای رابطه همدیگر قطع نکرده. درست است اگر اگر شاگرد عزیز چی گراف دو تا گراف هم دیگه در یک نقطه قطع کنند میشه یک جواب دارد اگر در دو نقطه قطع کند دو جواب دارد و اگر قطع نکنه جواب ندارد درست است پس فهمیدیم روش هندسی هم روش بسیار آسان و خوبی است فقط باید چی کنیم باید بیایم دقیق گراف ها را رسم کنیم درست است شاگرد عزیز و گرامی پس عنوان دو عنوان امروز هم ما شما خواندیم ایم درست است روش چه؟ هندسی حل معادلات درجه دوم به روش هندسی را رو خوانده اما کارخانگی کارخانگی چی است؟ تمرین های صفحه 184 کتاب کار کنید و به ما روان کنید از طریق واتساب نمبرش هم 20964 780 255 40 13 خب شاگرد عزیز و گرامی پایان درس سوم از فصل هفتم. thank you عزیزان مانده نباشین به باشین وقت خوش خدافستان